دوستان سلام، وقتتون بخیر. با یه ویدیو یوتیوب دیگه من پانیز در خدمتتون هستیم. چه ویدیو متفاوت؟ قرار از این بعد خیلی ویدیوها متفاوت باشه. قبل ویدیو حتما چند تا سابسکرایب کنید، زنگوله رو حتما بزنید که مطلع بشین از ویدیوهای جدید. کامنت انگلیسی هم برامون بذارید. لایک ویدیو یادتون نره. شاید اولش بگم یه خورده همچین براتون گنگ و خنده‌دار حتی باشه، ولی موضوع ویدیو زامبیه دوستان. چیزیه که خیلی وقت من پانیز یه سری از کسایی که زیاد مطالعه میکنن، زیاد تحقیق میکنن، فکرشون درگیر این موضوع. من میخوام یه سری واقعیت‌ها رو بهتون بگم، هرچند گفتنش شاید خوشایند نباشه براتون، ولی بدونید بد نیست. یه پیش زمینه راجع به زامبی بهتون میدم دوستان. شما اصولا زامبیا رو به عنوان یه سری چیزایی که توی فیلم ها میبینیم میشناسیم، مثل فیلم World War Z، مثل فیلم Walking Dead، مثل فیلم Last of Us. یه موجوداتی هستن که مردگان متحرکی که دارن حرکت میکنن، میان سمتتون، گازتون میگیرن، خیلی ترسناکن و این داستانه. ولی من میخوام این موضوع رو براتون بازش کنم که زامبی چیه. زامبی یک نوع بیماریه. زامبی یک نوع بیماریه که شما اگه برید تحقیق کنید کاری نداره، یه سرچ ساده است. یه سرچ ساده بکنید داخل سایت ها میبینید که خبرگزاری های خارجی حتی دارن راجبش صحبت میکنن. کشورهای دیگه راجب این موضوع ارتش مخصوص درست کردن، ارتش واقعی، آدم های واقعی که دارن خودشون رو آماده برای مبارزه با این موجودات میکنن. اول ویدیو هم بگم این موضوع رو که این چیزایی که من دارم میگم تحقیقات خودمه و پازلیه که کنار همدیگه چیدم و به این نتیجه رسیدم که این پس این اتفاق میفته. ایشالله که همچین چیزی نباشه، ولی برای گیمرها و کسایی که عشق این چیزا رو دارن همچین خبر بدی هم نیست، میتونه خوبم باشه. کشورهای دیگه راجع به این موضوع ارتش درست کردن، خودشونو آماده کردن، دارن تحقیق میکنن و تیتر روزنامه هم زدن، یعنی اخبار راجع به این موضوع صحبت کرده و از زامبی اسم برده. چندین سال برمیگردیم عقب. فیلم های هالیوودی به نظر من پیشگوهای خوبی هستن که در آینده چه اتفاقی قراره بیفته. چند وقت پیش فیلم های هالیوودی مگه راجع به سقوط هواپیما و آتش سوزی و نمیدونم این چیزا نبود؟ آتش سوزی هواپیما و هواپیما ربایی و این داستان، سونامی و زلزله و همه اینا بعدش بود. اول فیلم ها راجع به هواپیما بود، سوانه هوایی اتفاق افتاد و نمیدونم سپتامبر رو این داستان ها اتفاق افتاد و این میریم کنار. یعنی اول فیلمش ساخته شد بعد اتفاق افتاد. شاید حالا ما میگیم تصادفی بود، اتفاقی بود همچین چیزی. بعد فیلم ها راجع به پایان دنیا، آتش سوزی های بزرگ، دنیا میتره که تموم میشه. آره فیلم 2012 هم حتی ساخته شده که راجع به پایان دنیاست. عجیب. همه منتظر بودیم 2012 بمیریم، ولی خب حالا به اون شدت دنیا به آخر نرسید، ولی اقتصاد سقوط کرد، اقتصاد کل دنیا الان خراب شده، یه جا بیشتر یه جا کمتر. این امسال بی ارزش ترین پول دنیا ریال ایرانه متاسفانه، که ایشالله امیدوارم که این موضوع درست شه. دقیقا بعد از ساخت این فیلم از هالیوود زلزله های مخرب، سیل های سونامی های عجیب توی چین، نمیدونم همین ترکیه که تازه بود، ولی خب چند سال پیش هم توی ترکیه اگه یادتون باشه زلزله اومده بود، زلزله های مخرب مجد. توی آمریکای جنوبی آتش سوزی های بزرگ، نمیدونم چقدر جنگل وای اون کشور یادم رفت، حتما توی کامنت ها بگین یا ادیتور اگه میتونه بذاره که اون سالی که جنگل یه جایی بود که جنگل آتش گرفته بود و تمام حیوان ها کشته شده بودن و شاید آمازون بود. نه تیتر تمام خبرگزاری‌ها بود. فیلمش ساخته شد بعد این اتفاق افتاد. فیلم کرونا ساخته شد و از کرونا اسم برده شد. یه سری حرفا هست، خب طرف مستقیم نمیاد بهت بگه، غیر مستقیم میگه، رمزگشایی میکنی، میفهمی که آه یه همچه اتفاقی داره میافته. نمیخوام بترسونمتون، اینا تمام چیزاییه که من حالا به این نتیجه رسیدم که امیدوارم درست نباشه. اینا فکتای سمی ذهن ماه در واقع، که همچین دور از واقعیت هم آره، نیست. آره ولی خب فکت یه سمیه ذهن ما. آره اینجوری در نظر آره. بگیم آها یه مدت کلن فیلم ها راجع به خاورمیانه بود. کل فیلم هایی که توی
هالیوود ساخته میشد جنگ‌های خاورمیانه بود، یعنی توی افغانستان یه اتفاقی بیفته، توی یمن یه اتفاقی بیفته، توی عراق، توی ایران، و همین اتفاق هم افتاد. جنگ‌هایی که توی خاورمیانه و نسل‌کشی‌هایی که توی خاورمیانه و اطراف اتفاق افتاد. کل هالیوود الان چی شده؟ زامبی. الان تمام فیلم هایی که داره پربازدید هست و ساخته میشه راجع به زامبی هاست. لست آف آس، نمیدونم، قطار بوسان 1 و 2، سویت هوم، خانه امن، فیلم زنده، کاراگاه زامبی، گودال تاریک، از قبیل این فیلم هایی که توی هالیوود داره ساخته میشه و خیلی مانور عظیمی دارن میدن روی زامبی. ما میگیم اون هواپیما تصادفی بود، زلزله و اینا تصادفی بود، کرونا، زامبی. آخه زامبی چند ماه پیش بود فکر کنم، دقیقاً بعد از اینکه کرونا تموم شد، از تب از این تب و تابش خوابی آفرین هیاهوش کم شد، تب وای تب و تاب تکاپو تکاپو افتاد بذارین کامنت کنین لطفا. آره از اون افتاد. با این نمیشه ویدیو جدی گرفت، همیشه که نمیشه جدی بشه، بذار بذار واسهش فان باشه، قسمت فانش با من. از اون چیزش که تکاپو چیز که افتاد، کرونا افتاد، یهو یه فیلم پخش شد که توی چین چند نفر زامبی شده بودن و داشتن تو خیابون راه می‌رفتن و چند نفر از بالا ازشون فیلم گرفته بودن. بعد این فیلمه که پخش شد، گفتن نه اینا پشت صحنه یه فیلم بوده و فلان، اینا از اینترنت کلا پاک شده بودن. یهو گفتن اصلا ویروسش داره میاد و داره پخش میشه و بدتر از کرونا، بعد یهو اصلا همه خبرش پاک شد. و خیلی موضوعهای دیگه، خیلی فیلم‌های دیگه، خیلی کلیپ‌های دیگه که راجع به این موضوع توی اینترنت بود و در حال حاضر خبرش اصلا توی اینترنت نیست و کلاً محو شد. آخه چرا؟ خبرهای راجع به زامبی و این اتفاقات کلاً توی اینترنت چند ساعت نهایتاً بمونه و پاک میشه و هیچ جای دیگه شما نمیتونید پیداش کنید و من دیدم، اینا رو دیدم. من تا قبل از این که مثلا با آمدش این فیلم نگاه کنیم زیاد اصلا از زامبی خوشم نمیومد. فیلمایی که این مدلی بود مثلا حالا هم به هم میزد، بودم چه باید بشنم رو ببینم. بعد دوباره نشستیم فیلم دیدیم و من که جو بود مثلا تا این فیلم چون دیده بود قبلا فیلم هموزش که من ببینم، بعد میدیدم استرس میگرد و بودم جذابه. دوباره سری بعدی یه فیلم دیگه میدیدم، بعد میگفتم چرا اینقدر فیلمای زامبی زیاد شده. بعد یهو به این نتیجه رسیدیم که آقا اصلا این خودش یه تلنگری که داره میگه آقا باش، یه پیامه. شما با یه سرچ ساده و یه تحقیق کوچیک میتونید بفهمید که موضوع از چه قراره و خیلی راحت میتونید آگاه باشین به این موضوع. حالا ما بخوایم از یک بعد دیگه آپدیت تلگرامو نگاه کنیم بهش، خب اون بعدی که صحبتش شده بود و همه جا پخش شده بود و میذاریم کنار، خب ما با یک بعد دیگه به این داستان میخوایم نگاه کنیم. چرا سر اون میز آپدیت تلگرام بود، چرا سر اون میز یه زامبی باید نشسته باشه؟ این هم خودش یه پیامه. من مایدم سکر شدم اینو گفتم، هیچکی اونو دقت نکرد، هیچ کس به این موضوع دقت نکرد. از نبا هر کسی داره. هر کسی میتونه این یه چیزی رو که میبینه به از نظر ذهن آره دیدگاه متفاوته، ولی از این دیدگاه چرا نگاه نکرد؟ چرا الان که داره این همه فیلمای زامبی درست میشه باید تلگرام یه همچین آپدیتی بده و یه همچین پیامی برسونه به ما؟ حالا زامبی در واقع میتونه زنده شدن مرده ها نباشه، خب میتونه بیماری باشه که من زنده اختلالات روانی میگیرم و تنها وظیفه‌ای که اون بیماری به من میده اینه که بیماری رو انتقال بدم به شخص دیگه. خب این توسط به نظر من توسط واکسن کرونا اونم میتونه باشه، محرک ها. آره یعنی محرک اینا رو با فایل با هم دیگه میشیم حرف میزنیم، هی به چیزای جدید میرسیم. نگاه کن شما هم میتونه آره شما هم به ما بگین که مثلا احتمالش از چه طریقی میتونه باشه. نگاه کن میتونه از طریق نشت اورانیوم باشه، چون اورانیوم خیلی مخربه و چین که وقتی جنگ جهانی شده بود و بمب هسته‌ای زده بودن روش، هنوز که هنوزه طبقات مخربی داره و کسایی که به دنیا میان موجودات عجیب غریبی هستند. خب اون میتونه باشه. مواد مخدر میتونه باشه. مواد مخدر میتونه باشه. دلستافاسو بشین ببینید، حتما فیلم دلستافاسو ببینید. اولش داره یه چیزی رو واسهتون توضیح میده، راجع به قارچ ها توضیح میده و چیزی که الان زیاد تو دست مردمه چیه؟ مخدر. تمام
این فیلم ها و انیمیشن هایی که ساخته میشه از سیمپسون ها گرفته تا فیلم های دیگه همشون یک پیامی دارن. الکی فیلم ساخته نمیشه از نظر من. خب تو میگی مخدر، خب من چیزی که تو ذهنمه احتمال میدم، خب یه چیز در سطح جهانه، همه میگن باید واکسن کرونا زده بشه، اجازه رفت آمد نداری، اجازه ورود به جایی رو نداری، داستان باید داشته باشیم. آره، کارت واکسن خیلی. از کجا معلوم یک سری افراد واکسن کرونا زده باشن؟ شاید واکسن کرونا برای افراد معمولی مثل ما باشه، خب آدمای مهم و آدمای مهم دنیا شاید نزده باشن اون واکسن رو. یه سرچ ساده است، میری تو اینترنت سرچ میکنی منابع دنیا، نفت، زغال سنگ، گاز، همه چی رو میاره، آب، همه چی رو میاره، نشونت میده که چقدر داریم، چقدر تموم میشه، چقدر دیگه مونده تا تموم شه، چقدر دیگه نمیدونم. اینا تجدید ناپذیره. مثلا یه چیزی مثل نفت، میدونی چقدر طول میکشه تا نفت درست شه؟ ولی الان میگن تا 4 سال آینده آلمان میتونه نفت تولید کنه. حالا اینا همش حرفه، ما که ندیدیم. خب ولی منابع دنیا داره تموم میشه و کیا دارن منابع دنیا رو تموم میکنن؟ انسان‌ها. انسان کمتر، مصرف کمتر، سرمایه بیشتر، دنیای قشنگتر. البته دنیای قشنگتر برای یک سری افراد. آره دیگه، برای این که نمیشه دیگه. چرا دیگه؟ پول قدرت میاره. تو قدرت داشته باشی خب میگی خب ضعیف نگاه میکنه. خب نمیشه دیگه، ضعیف آدم نیستن از نظر اونا. نه دیگه، جنگ هایی که به وجود میاد آدم های کمتری رو میکشه، آدم کمی رو میکشه. توی جنگ آدم زیادی کشته نمیشه. کرونا با اون کرونا بودنش انقدر کشته نداد. بیشتر هم کسایی بودن که سنشون بالا بود و بدنه ضعیفی داشتن. میگفتن تایم کرونا یه سری ها میگفتن که آقا کسایی که سیگار میکشن و سیگارشون رو ترک کنن، چون باعث میشه که ریه هاتون خیلی ضعیف بشه و اون ویروس کرونا راحت تر به ریهتون بشینه. بعد از یه طرف میگفتن کسایی که سیگاریان اتفاقا خیلی برد میکنن، به خاطر اینکه اون ویروس رو اون گرمای و اون دود سیگار از بین میبره تو ریه. آدم نمیده به حرفی که بلد گوش بده چی رو باید باور کنه. این دقیقا مثل این میمونه که یه مسیح خونده بودم میگفت دندون پزشکا مگه از دندونای خراب ما پول در نمیرن، پس چرا باید به حرفش گوش بدیم؟ همون خمیر دندونی که میگه رو استفاده کنیم. ایالات متحده 1,153,526 نفر، هند 530,000 نفر، فرانسه 165,000 نفر، آلمان 170,000 نفر، چین اصلا نیست، ژاپن هست 73,000 نفر، کره جنوبی هست 34,000 نفر، روسیه 397,000 نفر، ترکیه 101,000 نفر، میایم پایین میایم پایین، ایران 145,000 نفر. چین که جمعیتش بیشتر بود از اونجا هم شد بعد بیشتر از اینا. الان چین رو پیدا نه بعد آها چین 5272 نفر. مگه میشه؟ این آماریه که این سایت داره به من میده و من حالا نمیدونم این سایت چقدر معتبره. تعداد جانباختگان کل دنیا یه چیزی نزدیک به 7 میلیون نفره. خب کرونا با یک بیماری که تو کل جهان پخش شد 7 میلیون تا کشته، نزدیک به 7 میلیون، 6 میلیون 800 خورده ای. عقیده من اینه که بیماری از واکسنی که ما زدیم شروع میشه و توی بدن ما اون واکسن رشد میکنه و اختلالات روانی توی ما به وجود میاره و ما مورد این میشیم که مثلا موجب این میشه که ما مورد بقیه مورد حمله قرار بدیم. حالا این فکتیه که من تو ذهن مریض خودم دارم. چند تا چیز میخوام بهتون بگم. حالا به فرض مثال میگیریم که این اتفاق بیفته، ما که از خودمون نیفته، فرض میکنیم که بیفته، چی کار باید بکنیم؟ از نظر من هر آدمی توی خونش باید یه کوله پشتی داشته باشه که یک سری وسایل مورد نیاز توش باشه. حالا اومدی مثلا زامبی نه، زلزله، بلایای طبیعی، هر چیزی، شما باید یه سری مواد مورد نیاز همیشه داشته باشین. خب مثل مثلا پانسل، مواد مثلا درمانی، جعبه کمک های اولیه، کنسرو، بعد یه سری قمقمه، آب معدنی، قمقمه و این داستانه. حالا اگه خیلی وضعیتون خوب بود بیسیم، بیسیم داشته باشین که مثلا تناب، این چیزی که به دردتون میخوره. حالا من یه ویدیو یوتیوبی دیگه میگیرم راجع به وسایل مورد نیازش بیشتر توضیح میدم بهتون. یه وسیله کوچیکی که بتونین از خودتون دفاع کنین و این داستانا، اینا رو باید داشته باشین. اینا رو
داشته باشید که بتونید توی موقعیت‌های حساس زندگی و یه وقتی اگه خدایی نکرده این اتفاق افتاد بتونید از خودتون محافظت کنید. حالا این چیزی که من گفتم در حد فکته، حالا نه صحت 100 داره، نمیتونم بگم 100% غلطه، ایست 50-50 است، ولی یه سرچ ساده است، یه تحقیق بکنید، بد نیست. اگه نه، اگه همچین چیزی نیست، چرا کشورهای پیشرفته دنیا دارن روش برنامه ریزی میکنن؟ اگرم دروغه که این خبرها چیه؟ انشالله که دروسیزه. دوستتون دارم، از این ویدیوها حتما بیشتر براتون میگیرم، چون این ویدیوها آنپسنده و به درد هر نوع مخاطبی میخوره که نگاه کنن و آگاه بشن از این موضوع. چنل رو حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، کامنت انگلیسیاتون نره. دوستتون دارم.